ومنكري فضائلكم ومناقبكم ومخربي شريعتكم من الأولين والآخرين ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. هدیه به محضر حضرت ولی عصر امام زمان ارواحنا فدا و جهت شادی ارواح طیبه شهدا، ارواح جمیع مؤمنین و مؤمنات، روح مطهر حضرت امام، سلامتی و طول عمر مراجع تقلید، مقام معظم رهبری و سلامتی همه ارادتمندان امیرالمؤمنین اجماعا صلوات ختم کنیم. روز سوم شعبان، روز میلاد با سعادت حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام، این روز برای من و شما از ویژگی خاصی برخورداره و به جهت ارادت مخصوصی که من و شما به حضرت سید الشهدا امام حسین علیه السلام داریم، یک سرور و شعف فوق العاده‌ای در دل من و شما موج میزنه. انشالله که این ولادت بر من و شما مبارک باشه. در همین آغازین ایام ماه شعبان، عیدی ما، آمرزش گناهانمون و برای همه ما در این محفل و مجلس امضا بشه که مکرر توفیق رفیقمون باشه زیارت کربلای معلا و حرم سید الشهدا امام حسین علیه السلام در آستانه میلاد قمر بنی هاشم و الفضل العباس و همچنین میلاد امام چهارم حضرت زین العابدین علیه السلام هم قرار داریم.
انشالله که با نابودی هرچه سریعتر آل سعود و سرکردگان و ایادیش، مدینه منوره کنار حرم ائمه بقی، قبر مطهر امام سجاد، همدیگر رو زیارت کنیم بارها و بارها و همین مجلس خوب دعای ندبه و عرض ادب به محضر حضرت ولی عصر رو اونجا کنار هم داشته باشیم ان شاء الله تعالی. دعا میکنم که امسال پی در پی خبرهای خوب به ما برسه، از جمله ان شاء الله امسال سال ظهور موفور و سرور ولی نعمتمون حضرت حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا باشه به لطف حضرت حق. طبعا امروز در هر محفل و مجلسی باید از امام حسین گفت و شنید. فضائل امام حسین علیه السلام هم مثل همه حضرات معصومین علیهم صلوات الله اقسامی داره. از جهتی تقسیم بندی میشه به فضائل نسبی و حسبی و از جهتی همون فضائل حسبی و نسبی تقسیم میشه به فضائل اختصاصی و اشتراکی. فضیلت نسب اینه که آدم بررسی کنه این شخص مورد نظر از لحاظ بیت و خاندان آیا خاندان افتخار آمیزی داره یا نه. در این رابطه من میخوام فقط یک روایت خدمتون تقدیم کنم، بسیار روایت زیبا و شنیدنی. مرحوم میرزا مهدی حائری مازندرانی در کتاب معال سبتین به نقل از منتخب تریحی نقل میکنه که یک روز پیغمبر اکرم و امیرالمؤمنین نشسته بودند. امام حسین علیه السلام وارد شد، نوشتن در سن 6 سالگی. پیغمبر اکرم آغوش باز کرد، امام حسین رو نشوند رو زانوی خودش، رو پای خودش و لبها و بین دو چشم امام حسین علیه السلام رو بوسید. حالا ممکنه به بعضی ذهنها برسه که پیغمبر معمولاً زیر گلوی امام حسین رو میبوسید. باید عرض کنم که هر جایی که پیغمبر بوسید هدف تیر و تیغ و نیزه قرار گرفت. پیغمبر اکرم لبها و بین دو چشم امام حسین علیه السلام رو بوسید. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، حسین رو دوست دارید؟ پیغمبر فرمود چطور دوست نداشته باشم در حالی که و هو بزعت و منی، پاره ای از وجود منه. امیرالمؤمنین عرض کرد یا رسول الله، منو بیشتر دوست دارید یا فرزندم حسین رو؟ جالب این روایت اینجاست، قبل از پاسخ دادن پیغمبر اکرم امام حسین به امیرالمؤمنین عرض میکنه بابا هر کدوم ما افتخارش بیشتر باشه پیغمبر همونو بیشتر دوست داره. خب یه جوری
دعوت به مفاخره است این سخن. امیرالمؤمنین نگاه خاصی کرد به فرزندش امام حسین، هم لبخند مخصوص به لب پیغمبر نشسته با این جمله امام حسین، هم یه لبخند خاص توأم با تعجبی بر لبان امیرالمؤمنین نقش بسته. فرمود پسرم اتفاخرونی، میخوای با من مفاخره کنی؟ امام حسین عرض میکنه اگر بخواید. خیلی حرفه، مفاخره یعنی تو افتخاراتتو بشمر منم بشمرم ببینیم کدوم میچربه. خب این خیلی حرفه که بخواد بین امام حسین 6 ساله با امیرالمؤمنین با اون همه فضائلی که رسول خدا میفرماید تمام درختان عالم قلم بشن، تمام آبها مرکب بشن، تمام اجنه حساب کنن، تمام انس بنویسن ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب. فضیلت های علی ابن ابی طالب احصا نمیشه. احصا یعنی شمردنی که یه جا بگیم تموم شد. این شمردن تمومی نداره. عرض کرد اگه بخواید مفاخره میکنیم. امیرالمؤمنین شروع کرد فضائل خودشو شمردن. 70 مورد از فضائل خودشو شمرد. فرمود پسرم من چنینم، من چنانم، من چنینم، من چنانم، بازم میخوای که با من مفاخره کنی؟ 70 موردو که شمرد، پیغمبر اکرم رو کرد به امام حسین، فرمود پسرم این 1 میلیونیوم از فضائل پدرت علی بود. امام حسین عرض میکنه و این اگرچه اینجوریه. بعد هم به پدرش عرض میکنه که تو در این گفتار صادق امینی، بله همه این فضائل رو داری، راست میگی و قابل اعتماد سخن شما. وقتی که امیرالمؤمنین فضائل خودشو شمرد، فرمود حالا تو بگو ببینم. امام حسین عرض میکنه که پدر من از پدر تو بهتره، پدر من علی ابن ابی طالبه با فضیلت هایی که وقتی 70 تاشو میشموره پیغمبر میفرماید این یه جزئی از فضائلش، تو همچین پدری نداشتی. جد من رسول خداست، مادرم فاطمه زهراست، افضل از مادر تو، از جد تو، تو از لحاظ فضائل نزد خدا اشرفی، اما من از لحاظ بیت و خاندان افخرم، یعنی افتخارم بیشتره. در واقع امام حسین باز فضیلت امیرالمؤمنین رو بیان میکنه دیگه، من پدری مثل علی دارم، یعنی تو یکی هستی. ظاهر مفاخره به خودش میگیره، ولی در واقع در باطن میخواد بگه تو یه دونه ای به پدرش. حالا این نسب حضرت سیدالشهدا است، برادرش امام، پدرش امام، مادرش معصوم، جدش معصوم، جدش خدیجه کبرا پذیرای سلام خداوند متعال. اما از لحاظ فضائل حسبی، یعنی اون فضیلتی که شخص امام حسین داره، نه این که بگیم چون تو این خانواده است صاحب فضیلت، از لحاظ فضائل حسبی امام حسین علیه السلام مثل بقیه معصومین یه سری فضائل اشتراکی داره و یه سری فضائل اختصاصی. فضیلت اختصاصی برای اینکه تو ذهنمون دقیق جا بیفته که یعنی چی، ما
از زمان آدم ابوالبشر تا همین الانی که داریم با هم صحبت میکنیم یک مولود کعبه داریم، اونم کیه؟ علی ابن ابی طالب علیه السلام. تو این فضیلت هیچ کی با امیرالمومنین شریک نیست، اینو میگن اختصاصی. امام حسین علیه السلام فضایل اشتراکی داره. الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا. تو مقام امامت امام حسین شریک داره. 11 امام غیر خودش با امام حسین در فضیلت امامت و پیشوایی شریکن. در مقام عصمت امام حسین 13 نفر شریک داره، با خودش 14 معصوم، اونها هم این مقام عصمت رو دارا هستن. یا سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین سیدا شباب اهل الجنه، شریک با امام حسن مجتبی علیه السلام. نه فقط در بیان پیغمبر اکرم و سایر معصومین، آیات قرآن یه سری فضائل برای حضرت سیدالشهدا هست. یکی این که آیه مودت، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا، این فی القربا افراد معدودی هن، یکیش امام حسین علیه السلام. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه تطهیر افراد معدودی داره، افراد مشخصی داره، یکیش حضرت سیدالشهدا است. از همه این آیاتی که در شأن اهل بیت اومده و یکی از افرادش امام حسین، از همه مهمتر آیه مباهله است. ما شاید در شأن اهل بیت، یعنی امیرالمومنین حضرت زهرا و حسنین، آیه ای مهمتر از آیه مباهله نداشته باشیم. زمخشری یک مفسر اهل سنت، کتاب تفسیرش هم خیلی شهرت داره به نام کشاف. وقتی که به آیه مباهله رسیده یه جمله ای داره، این جمله رو عیناً فخر رازی هم در تفسیر کبیر میاره از قول زمخشری. میگه و فیها دلیلون، در آیه مباهله دلیلی است. لا شیء اقوام علی فضیلت اصحاب الکسا، هیچ دلیلی قوی تر از این آیه ما بر فضیلت اصحاب کسا نداریم. و از قول یک عالم غیر شیعه، شاید فخر رازی باشه چون تردید دارم، با قطع و یقین نمیگم، نقل شده که میگه اگر آیه مباهله رو من داشتم به جای شیعیان، بشریت رو شیعه میکردم، یک غیر شیعه باقی نمیگذاشتم. با همین آیه، یکی از افراد این آیه حضرت سیدالشهدا امام حسین علیه السلام. اینا همشون میشن فضائل اشتراکی امام حسین علیه السلام. ولی فضیلت اختصاصی امام حسین، گرچه بعضی از کتاب‌ها با نقل برخی روایات چند فضیلت به عنوان فضیلت اختصاصی سیدالشهدا شمردند، مثل اینکه امامت از نسل اوست، خب این باز با امیرالمومنین و امام حسن علیه السلام شراکت داره، یا اینکه مثلا اجابت و دعا تحت قبته، درباره امام رضا علیه السلام هم هست. ولی اون فضیلتی که مثل مولود کعبه امام حسین، امیرالمومنین هیچ شریکی نداره، امام حسین هم توش هیچ شریکی نداره، بحث تربت سیدالشهدا است. تربت امام موسی بن جعفر،
امام کاظم علیه السلام وقتی که داشت به مسیب نامی وصیت میکرد فرمود مسیب خاک قبر منو به یاد داشته باش، 4 انگشت از سطح زمین بالاتر بیار خاک قبرم، بیشتر نه، کمترم نه، 4 انگشت. بعد فرمود ولی به محبان من و پیروان من پیغام برسون مبادا از خاک قبر من موسی بن جعفر باب الحوائج به عنوان تبرک، تیمون، استشفا بردارید. این فضیلتی است که خداوند جد ما حسین را به این فضیلت مخصوص گردانده است. بحث تربت امام حسین و این تربت امام حسین علیه السلام با ما حرف داره، با ما آدم ها حرف داره، یعنی یک درسی به ما میده. میگه آدمی زاد، من خاک بی استعداد نیستم، استعداد دارم، یه دونه گندم تحویل من بده من 700 تا بهت برگردم. من خاک بی استعداد نیستم، ولی وقتی پای استعداد توی آدمی زاد در میاد، من خاک هیچ استعدادی ندارم، میشم مرده بی استعداد. استعداد دارم ولی در مقایسه با تو هیچ. مثل اینه که ما هر کدوممون یه قدرتی داریم، قدرت مالی، قدرت علمی، قدرت جسمی، قدرت بیان، هر کدوممون، ولی کدوممون میتونیم قدرت همون رو مجموعاً با خدا مقایسه کنیم؟ این خدای ما قدرت داری ولی مقابل تو هیچ نیستی، هیچ. خاک هم استعداد داره ولی وقتی مقابل ما آدمیزاد قرار میگیره میگه من هیچی نیستم در مقابل تو. ولی همین من خاکی که هیچی نیستم، میخوام یه توصیه، یه درس برای توی آدمیزاد داشته باشم. من چسبیدم به پیکر امام حسین، شدم تربت سیدالشهدا. چقدر با بقیه خاک ها فرق داره؟ زمین تا آسمون، زمین تا آسمون. شما از هر فقیهی، از هر مرجع تقلیدی سوال کنید، خوردن خاک ولو به قدر بسیار اندک چه حکمی داره؟ همشون میگن خاک از خبائص و خوردنش حرام. اصلا حدیث امام رضا علیه السلام میفرماید کل تینه یا اکل تین، یعنی خوردن خاک، حرامون، تا جایی که امام رضا میفرماید مثل اکل میته یعنی لاشه حیوان مرده و مثل خون. خاک حرمتش مثل لاشه حیوان مرده و خون. بعد تو همون حدیث امام رضا علیه السلام فرماد مگر خاک قبر حسین ابن علی که و فیه امان و شفا. ببینید اعمال من و شما، حرفمو زود جمع میکنم، خستتون نمیکنم، اعمال من و شما 5 طبقه داره. اون کف یعنی اون اسفلش، اون پستش، اون فرومایش حرامه. میاد یه پله بالاتر میشه مکروه، میاد بالاتر میشه مباح، میاد بالاتر میشه مستحب، میاد بالاتر میشه واجب. این طبقات اعمال ماست. خوردن خاک حرام. تربت سیدالشهدا چی؟ میاد 4 طبقه بالا میشه مستحب برای شفا. نه شفای جسم، شفای جسم و شفای بیماری عقیدتی. میگه من در جامع مدینه نشسته بودم، جامع مسجد جامع، میگه نشسته بودم و وقت نماز نبود، بله همین مسجد خلوت بود، در انتظار نماز نشسته بودم،
دو سه تا حالت صف جلوتر از من دو نفر با هم داشتن حرف می زدن، من بی اختیار حرفاشونو می شنیدم، گوش تیز نکرده بودم، ولی اینا که با هم حرف می زدن کسی نبود، خلوت بود، صداشون به من می رسید. اونا هم آهسته حرف نمی زدن، راحت حرف می زدن، من می شنیدم. یکی از این دو نفر سر و وضع و لباسش پیدا بود که مسافره. اون یکی بهش گفتش که فلانی اگه یه روزی به من خبر میدادن میگفتن میدونی تمام مردم عالم شیعه شدن، من برام باور کردنی بود. گفتم بالاخره ممکنه دیگه، آره آقا باور میکن. ولی اگه یه روز خبر می آورد میگفت تو شیعه شدی، من باور نمیکردم. تو با یک بغض و کینه و نفرتی میگفتی روافض، حالا خودت اومدی داری میگی من شیعه شدم. گفت بشنو ببین به من حق میدی شیعه شده باشم یا نه. من یک بیماری سراغم اومد که این بیماری روزی دو سه مرتبه دردش که سراغم می اومد چنان نعره‌ای می زدم، همسایه های من تا چند تا خونه اون طرفتر با وحشت می ریختن تو خونه من از دادی که من می زدم به خاطر دردم، زمین و چنگ می انداختم. هر طبیبی، هر حکیمی، هر دارویی تو فکرشو بکنی من استفاده کردم، سر سوزنی برای این درد من افاقه نکرد، کم نشد که بگم انگار داره کم کم از بین میره، هیچ. یه روزی که داشتم از درد فریاد میزدم، یه زنی در همسایگی من بود، رافضی بود، حوصله‌شو نداشتم، چشم دیدنشو نداشتم، این یهو اومد تو خونه من سراسیم از دادی که من میزد. اومد و یه نگاهی با دلسوزی به من انداخت. حالا من تو دلم میگفتم این درد من یه طرف، دیدن این رافضی یه طرف، اینقدر بدم میومد ازش. گفتش که به من نگاهی کرد، گفت میخوای برات یه دارویی بیارم؟ میگه الغریق و یتشبس و به کل حشیش. آدمی که داره غرق میشه یه علف رو آب ببینه به همونم دست میندازه که شاید این علف نجاتش بده به یه جایی بند باشه. میگه من به این رافضی با اینکه حوصله‌شو نداشتم گفتم که کور از خدا چی میخواد بیار. تو دلمم گفتم اگر به من زهر بده باز من استقبال میکنم، چون بالاخره راحت میشه. رفت و با یه کاسه‌ای برگشت، داد کاسه رو، گفت اینو سر بکش. نگاه کردم دیدم آب رنگ مخصوصی نداره بگم مثلا یه شربت خاصی، بوی خاصی هم نه، آب. شروع کردم این کاسه رو سر کشیدن، جرعه جرعه که پایین میرفت جوری این درد رو میشست و میبرد که انه من هیچ وقت این درد رو نداشتم و اصلا فراموش کردم درد رو. بهش گفتم که به هر چی میپرستی قسمت میدم، چی بود این آبی که دادی من سر کشیدم؟ گفت ما معتقدیم در تربت امام حسین شفاست. یک تسبیح ذکر داشتم از تربت امام حسین، یه دونه‌شو برداشتم تو این کاسه آب حل کردم دادم خوردی، اثر دیدی یا نه؟ گفتم من اصلا درد و از یاد بردم. رفیق تو جای من بودی شیعه نمی شدی؟ یعنی هم بیماری جسم هم بیماری عقیده. اون وقت همون تربت سیدالشهدا مهر نماز که باشه روایت میگه نقص غیر اختیاری نمازت را مرتفع میکند، نه نقص عمدی. تسبیح ذکرت که از تربت سیدالشهدا باشه صرف به همراه داشتنش تو رو ذاکر می نویسه.
حالا بعضی ها ممکنه بگن آقا یعنی چی؟ یعنی چیش؟ یعنی این که صاحب اختیار عالم وجود کیه؟ خدا. رئیس مملکت هستی کیه؟ خدا. امام حسین همه چیشو برای خدا گذاشت، خدا میخواد به امام حسین اینجوری؟ برای کسانی که اتصال به امام حسین دارن اینجوری تلافی کنه؟ به ما چه ربطی داره؟ ما حرفی داریم؟ خودش صاحب اختیار عالم هستیه. خاک به من و شما میگه من چسبیدم به بدن امام حسین، این شدم. توی آدمیزاد با استعداد، اگر زلف تو در خونه امام حسین گره بزنی به جایی نمیرسی؟ مس وجود تو کیمیا نمیشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای مجتهدی، میگه مادرای ما رو بغل کردن بردن مجلس روزه، شیر که میدادن این قطره‌های اشک توأم با شیر به خورد ما رفت. بعد این شعر رو میخوند، میگه من غم و مهر حسین با شیر از مادر گرفتم، روز اول که آمدم دستور تا آخر گرفتم. حالا این خاک درسش برای ما همین شد که آقا بچسب به امام حسین، هیچ جای دیگه هیچ خبری نیست. امام حسین به من و شما که دعای ندبه میخونیم میفرماید زمانی خواهد رسید امام غیبتی طولانی خواهد داشت، ادعی منحرف میشن، ادعی ثابت میمونن. اونایی که ثابت میمونن اذیت میشن، هی باید زخم زبان بشنون. چی شد شما که میگفتید ما صاحب داریم؟ چی شد شما که میگفتید ما آقامون میاد؟ هی طعنه، هی زخم زبان، هی اذیت. حدیث داریم زمانی میرسه که مؤمن دلش آب میشه، یذوب فیه قلب المؤمن. واقعا امروز روزی نیستش که دل ماها داره آب میشه. تو خیابون بریم یه جور، تو گوشیامون بریم یه جور، هر طرف. امام حسین میفرماید اونی که صبر کنه بر این اذیت ها در دوره غیبت امام زمان، نزد خداوند متعال مثل کسی است که در رکاب پیغمبر شمشیر زد و شمشیر زد و شمشیر زد تا شهید شد. این تو رخت خوابم آدم بمیره در این عصر، به شرط اینکه صبر بر اذیت‌ها و آزارهای دوره غیبت داشته باشه، اجر شهیدی رو داره که پای رکاب پیغمبر شمشیر زده. عرضم تمام، وقت من هم گذشت. یه شعری بخونم همینطوری که داریم با هم حرف میزنیم، این جیگراتون حال بیاد. شبی در یک عبادتگاه مهری، یعنی رفتم یه جا حسینیه مسجدی جایی نماز بخونم، یه رفیقی یه مهری داد دستم. شبی در یک عبادتگاه مهری، زیاری با وفا آمد به دستم. چو گل بوییدم و بوسیدم او را، هنوز از عطر روح افزاش مستم. بگفتم از کدامین خاک پاکی تو ای مهری که من دل بر تو بستم؟ بگفتا تربت پاک حسینم که در دامان جانانی نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همان خاکم که هستم. جبریل به امر قادر لم یزلی بر لوح فلک نوشت، با خط جلیل
شد باز در رحمت فیض ازلی در روز ولادت حسین ابن علی نثار قدومش صلوات خواهد.